این ویدیوها نشان می‌دهند که چگونه ماموران پلیس کرواسیا پناهجویان و مهاجران را با آنچه که در دست دارند مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. گفته می‌شود که ظاهراً این پناهجویان از بوسنیا وارد کرواسیا شدند. این ویدیو را سازمان خبری تحقیقی غیر دولتی موسوم به لایت هاوس ریپورتس که مقر آن در هلند می‌باشد فیلمبرداری کرده است. در این ویدیو آشکارا معلوم می شود که چند فردی که یونیفرم رسمی پوشیدند پناهجویان را در حالت دویدن مورد ضرب و شتم قرار می دهند. ما صدای موتر را شنیدیم که در آن طرف در جاده سنگریزه در سمت کرواسیا در مرز حرکت می کرد. موتر توقف کرد. فکر می کنم که درب موتر را باز کردند چون ما قادر به دیدن موتر نبودیم. گفته می شود که این ویدیو در یک منطقه مرزی میان بوسنیا و کرواسیا گرفته شده است. خبرنگاران تحقیقی نهاد لایت هاوس ریپورتس گفتند که این رویداد را با دوربین در نزدیکی استرلیک در طرف بوسنیا ضبط کردند. لاتوکوب جریان داشت. بعد حدود 20 متر دورتر از ما دیدیم که چگونه چهار فرد نقاب پوش در میان بوته ها ظاهر می شوند و مردم را در داخل رودخانه تا عمق سینه ضرب و شتم می کنند. آنها در رودخانه کورانا مردم را به بوسنیا با جبر پس می فرستادند. در میان این پناهجویان افراد زیر سن نیز حضور دارند. پلیس در موتر نوع کمبی آمد، بایک موبایل و اشیای دیگر ما را در موتر انداخت و ما را برای پس فرستادن اینجا آورد. بله، بعضی از مردم زیر سنند. شما می دانید که من هم زیر سن هستم. این مردم هم زیر سنند. اینها هیچ کاری نکردند. برای آنها پناهندگی ندادند. او این فرد را لتکوب کرد با وجودی که زیر سن است، اما باز هم او را لتکوب نمود. مقام های کرواسیایی روز پنجشنبه گفتند که آنها این اتهامات را که گویا مسئولین مرزی برای پس فرستادن پناهجویان به بوسنیا از خشونت کار گرفتند مورد ارزیابی قرار می دهند. در صورتی که موارد بیش از حد مجازات اتفاق بیفتد، در هر کجا نه تنها در مرز، وزارت داخله سالانه تا 400 عضو این نهاد را به همین دلایل مجازات می کند. ما این کار را به این دلیل ادامه می دهیم، یگانه کار درست است که باید بر بنیاد قانون انجام شود. پلیس کرواسیا همواره متهم می شود که در برابر پناهجویان و مهاجرانی که از جنگ فرار کردند از خشونت کار می گیرند. ویدیوها و گزارش های اخراج اجباری و خشونت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته نشر شدند بسیار نگران کننده اند. اعمال خشونت آمیز و برخورد نامناسب با مهاجران، پناهجویان و پناهندگان غیر قابل پذیرش است. احترام کامل به حقوق اساسی به گونه مشخص در مدیریت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای کمیسیون اروپا بسیار مهم است و بارها تأکید کرده است که چنین شیوه ها غیر قانونی اند و مقام های ملی موظفند که هر گونه ادعا را برای کشف حقایق و پیگیری درست تخلف ها بررسی کنند. اما مقام های این کشور این ادعاها را نمی پذیرند. کرواسیا عضو اتحادیه اروپا است و در حوزه بالکان موقعیت دارد. در حال حاضر هزاران مهاجر در بوسنیا و کشورهای دیگر حوزه بالکان گیر ماندند. مهاجران سعی می کنند که از بوسنیا وارد کرواسیا شوند و با عبور از سلوانیا به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. این ویدیو در ماه جون امسال در جریان سروی ژورنالیستیک 8 ماهه‌ای که در آن رسانه‌هایی از کشورهای آلمان، سوئیس، هلند، اتریش و فرانسه نقش داشتند ضبط شده است.